حذف ارز ترجیحی از لایحه بودجه 1401 آغازگر موجی از انتقادات و نگرانی ها از تبعات احتمالی آن بود. در سمت دیگر موافقان اجرای این طرح قرار دارند که نقطه اتکای استدلال خود را پایان فساد ناشی از چند نرخی بودن ارز قرار دادند. برخی مخالفان چهره‌های سرشناس در اقتصادند، از جمله حسین راغفر و فرشاد مومنی. راغفر معتقد است که افزایش قیمت‌ها باعث شده بسیاری از مردم توانایی دسترسی به کالاها یا سرمایه کافی برای ورود به این بازارها را نداشته باشند. محرومان جامعه در واقع بدترین قربانیان وضع موجودند و برای صاحبان ثروت که ارزش دارایی‌هایشان همراه با تورم افزایش یافته، درآمد و هزینه‌ها تعدیل می‌شود. اما این موضوع برای دهک‌های پایین جامعه چنین نیست. از طرف دیگر فرشاد مومنی هم معتقد است که حذف ارز 4200 تومانی 350 برابر رانت ایجاد می‌کند. او می‌گوید که ارز 4200 تومانی نوعی توزیع رانت است که معطوف به بقای شهروندان می‌شود. مومنی به گزارشی از سازمان برنامه و بودجه اشاره می‌کند که در آن گفته شده است تجربه عملی شوک درمانی نشان داد که آسیب‌پذیری مالی دولت در برابر سیاست‌های تورم‌زا به طور متوسط 3.5 برابر آسیب‌پذیری خانوارها و بنگاه‌های تولیدی است. طبق اظهارات مومنی در یک گزارش رسمی دیگر آمده است که فقط در دوره 1384 تا 1399 به دلیل شدت اصرار به شوک درمانی خروج سرمایه 171 میلیارد دلار از کشور بوده است. تورم بی‌رویه و بروز شوک در قیمت کالاهای اساسی بخش مهمی از استدلال‌های مخالفان حذف ارز ترجیحی را در بر می‌گیرد. اما از سوی دیگر موافقان این تصمیم که از آن به عنوان جراحی اقتصادی هم یاد می‌شود، معتقدند که این کار می‌تواند نتایج مثبتی هم داشته باشد، مشروط به اینکه زیرساخت‌های ایجاد و در روش اجرای آن تغییراتی در نظر گرفته شود. برای یک جامعه ای که مصرف کنندش یک عددی رو یارانه می گرفته، حالا یا به صورت مستقیم و یا از طریق یا به تولید کننده یا وارد کننده نهاده داده می شده که به این به قول معروف به دست مصرف کننده است، به هر حال داشته تو جامعه تزریق می شده. حالا اگر بخواد یک دفعه کلش رو حذف بکنه، خب 100% جامعه تولید کننده همه لطمه می خورن، به دلیل اینکه یک یارانه ای داشته پرداخت می شده. باید با این طبق یک برنامه زمان بندی انجام بشه. اینکه حالا بگیم ارز یارانه‌ای رو از به که به وارد کننده نهاده هایی که اون هم فقط 3 نوع نهاده جو و ذرت و سویا هستش داده می شده، از اونها قطع بکنیم و این یارانه رو به طرق دیگه به جامعه برسونیم، بله میگم 100% موافق هستم. چرا؟ به خاطر اینکه وقتی که تا الان ارز ترجیحی داده میشده، این ارز ترجیحی داده میشده به 3 تا نهاده جو و ذرت و سویا که در طیور بیشتر از 90% نهاده مورد نیازشون هست و برای دام حدود 30-35%. به تبع حذف اینها از بخش تولید قیمت اینها رو میبره بالا. اگه این به طرق دیگه به جامعه تزریق بشه، میتونه تا حدی جلوی اینو بگیره. چرا ما میگیم که از این ور برداشته بشه؟ به خاطر اینکه تمام این یارانه که بابت نهاده ها داده میشده، به هر دلیلی که من اساس در این زمینه نمیتونم اظهار نظری کنم، به طور کامل در زنجیره تولید قرار نمیگرفته، به دلیل اینکه به هر حال یک اختلاف نرخ ارز میتواند هزار جور فساد درش ایجاد بکنه. حذف ارز ترجیحی یا به قول معروف 4200 و اینکه به صورت آزاد زنجیره تولید عمل بکنه بسیار خوبه، ولی چند تا لازمه داره. لازمه یک اینه که در نهایت میدونیم وقتی که هزینه تمام شده یک مجموعه به خاطر بالا رفتن قیمت نهاده های تولیدش یا مواد اولیه‌اش بالا میره، به تبع هزینه تولیدش هم میره بالا و به تبع قیمت تمام شده کالاش هم میره بالا. وقتی قیمت تمام شده کالاش میره بالا، 100% کالایی که در نهایت برای مصرف کننده میخواد از این استفاده کنه اون هم میره بالا. آیا بازار کشش مصرف دارد یا ندارد؟ پس وقتی کشش که مطمئنن فعلا با این افزایش قیمت مطمئنن کشش مصرفش در اون حد نیستش و این میتونه بازخورد داشته باشه، پس یا با قدرت مصرف کننده رو ببریم بالا
این یارانه به جای که به تولید کننده و وارد کننده داده بشه، بره در اختیار مردم قرار بگیره که اونها بیان خرید بکنن، یعنی قدرت خریدشون بالاتر بره. این بهترین راه حله. ولی در کنار این راه حل و یا هر راه حل دیگه‌ای که دولت میخواد بذاره، باید این کار مرحله‌ای اجرا بشه. مثل اینکه تا الان به شما یه یارانه‌ای رو میدادن، فردا صبح میگن دیگه نه. خیلی خوب، چه اتفاقی برای دامداری‌ها و مرغداری‌ها میافته؟ مهمترین چیزی که تأثیر میذاره بحث قیمت تمام شده و کاهش مصرف، که یک موزل دراز مدتیه و چیز اولین موزلی که همه وارده بهش برمی‌خورن، بحث سرمایه در گردشه. یعنی چی؟ یعنی که شما الان برای خرید یه ماشین ذرت، بر فرض مثال یه ماشین یه 100 تن ذرت، 200 میلیون پول نیاز داری که با ارز دولتی خرید می‌کنی، از سهمیت رو می‌گیری. درسته که همین که می‌خواد بره توی بازار، به جای 200 میلیون باید 1 میلیارد تومان پول بده، یعنی 5 برابر میشه قیمتش. پس شما نیاز به چی داری؟ سرمایه در گردش داری. با توجه به این که سرمایه در گردش واحدهای تولیدی اینطوری نیستش که اگر امروز تولید کنن، همین امروز محصولشون رو میفروشن همون روز، ولی همون لحظه پولشون برگردون نمیشه براشون، یه زمانی میبره. پس به تعداد این روزها که معمولا در صنعت شیر برای دامپروری ها یه چیز حدود 2 ماه باید متوسط در نظر بگیریم، که بعضی مواقع تا 3 ماه هم میرسه، این 2 ماه یک افزایش نقدینگی 4-5 برابری نیاز دارن. چرا میگم 4-5 برابری؟ مگه نمیگیم نهاده 5 برابر میشه؟ چرا؟ چون خیلی نهاده های دیگه یه مقدار رشد کردن، با تغییر 5 برابری جوزورت سویا اونها 5 برابر نمیشن، ولی شاید 1.5 برابر 2 برابر بشن. تاثیرپذیری که به طور غیر مستقیم این نهاده های جوزورت و سویا بر سایر مواد کنسانتری و علوفه ها میذارن. پس ما میگیم حدود 3-5 برابر دامدار نیاز به نقدینگی بالاتری داره. خب یک، باید این نقدینگی تامین بشه، حالا از هر سیستمی که دولت صلاح میدونه، و یا اینکه در کنار این موضوع افزایش نقدینگی، در کنارش بیاد مصرف کنندم قدرتش بره بالا. برای اینکه این افزایش 3-5 برابری نقدینگی رو بتونیم یه مقدار ملایم ترش بکنیم، میتونه برداشتن ارز ترجیحی پلکانی اتفاق بیفته. یعنی که بر فرض مثال اگه 3 تا نهاده دارن، اول مثلا مال جو رو بردارن، بعد مال ذرت رو بردارن، بعد مال سویا رو بردارن، حالا هر ترتیبی که میدونن، که آروم آروم این رشد نقدینگی اتفاق بیفته. یعنی مثلا جو رو که برمیدارن، افزایش نقدینگی که اتفاق میفته سرش، واحدها بتونن ظرف 2-3 ماه تولید به مصرفشون رو برسونن، تا حدی بتونن اینو جبران کنن، بعد دوباره بعدی، بعد دوباره بعدی، که پلکانی بتونه این اتفاق بیفته. که اینها همشون به شرط این هستش که تازه مصرف کننده بخره و تولید پس نخوره. برداشتن ارز 4200 کار خوبیه، به خاطر اینکه فساد آور میداره، خیلی کار رقابتی میشه، درست میشه، ولی این ملزومات باید کنارش دیده بشه. من فکر میکنم که برای اینکه ارز 4200 تومانی برداشته بشه، چند تا کار مهم باید دولت انجام بده که اصلا ربطی به تولید کننده هم نداره. یک، شما یه موضوع مهمتر از ارز 4200 تومانی، موضوع تورمه. یکی از مهمترین چالش‌های جدی دولت‌های رئیسی که از ارز 4200 تومانی، تورم افسارگسیخته است. یعنی الان این قطار با شدت داره حرکت میکنه و این تورم، دولت هر چقدر این سوبسی داره میده، باز زورش به تورم نمیرسه. یه سری در واقع تصمیمات و سیاست‌های اقتصادی ما باید اصلاح بشه، ساختارهای اقتصادی ما باید اصلاح بشه، که ربطی به تولیدکننده‌های شیرگوشت و تخم‌مرغ نداره، ربطی هم مثلا به وزارت جهاد نداره. باید بری تو سطح کلان، توی هیئت دولت، شاید بعضی از اینا اصلا سیاست‌های خارجی ما باشه. یه سری مشکلات داریم که برمیگرده به داخل خود در واقع ساختارهای مدیریتی که تو وزارت جهاد هست. آیا اون نگاهی که کارشناسان وزارت جهاد کشاورزی در استانها دارن یا در لایه‌های میانی به پایین در وزارت جهاد کشاورزی دارن، آیا این نگاه آقای سادات نژاد اونها هم دارن؟ چون ببین، شما یه کار بزرگ می‌خوای انجام بدی، حذف ارز 4200 تومانی، یعنی یه جراحی عمیق تو اقتصاد دامپروری ما. طبیعتاً اون بیمار احتمال داره، اون بیمار دوره نقاهت داره، دوره درمان داره، احتمال داره اصلا اون بیمار فوت بکنه.
بنابراین آیا اون بدنه کارشناسی وزارتخونه آماده است وارد این جنگ بشه، وارد این کارزار بشه؟ یه نکته خیلی مهم و سامانه بازارگاهه، چون ما شنیدیم و میدونیم که سامانه بازارگاه پس از حذف ارزش آزادی استانی باقی خواهد ماند. خب حالا سامانه بازارگاه میخواد بمونه با همین فرمون میخواد بره جلو یا نه باید یه اصلاحات جدی تو اون سامانه اتفاق بیفته؟ سامانه بازارگاه زمانی که اومد مثل یک بچه ناقصی بود که تازه متولد شده بود، سر بزرگ داشت، دست نداشت، پا نداشت. امروز کارخانجات خوراک دام، صنایع خوراک دام به عنوان مهمترین حلقه زنجیره تامین تو این سامانه بازارگاه اصلا دیده نشدن. یه نکته رو فراموش نکنیم، اینکه امروز اگر از شاهزاده 200 تومانی بدون اون بسترهای لازم برداشته بشه طبیعتاً یه فشاری رو برای مردم میاره، برای اینکه تقاضا برای محصولات پروتئینی کاهش پیدا میکنه. بنابراین ما فکر میکنیم قیمت مرغ حداقل به عنوان بالاترین پروتئینی مصرفی خیلی تغییری نمیکنه، برای دو سه ماه اتفاق میفته چون ذخایر هم زیاده، دولت هم عرضه میکنه. حالا خب اینجا تولید کننده زیان میبره. دادن ما با تفاوت در واقع قیمت ارز ترجیحی با ارز نیمایی به مردم در قالب پول خوبه، ولی اون پول فقط باید بتونه در واقع مرغ، تخم مرغ، شیر، لبنیات بتونه خرید بکنه. کارت میتونه پول بریزه، ولی اون پول فقط میتونه بره تو سوپرمارکت برای خرید این گونه اقلام صرف بشه. برای قیمت محصولات پروتئینی تخم مثلا مرغ رو حدودا 60,000 تومان در واقع برنامه، یعنی به قیمت رسیده شده، قیمت مصرف کننده. روی شیر حدود 11,000 تومان صحبت شده. روی مثلا گوشت قرمز تا 300,000 تومان هم این صحبت ها کیلویی صحبت شده، رسیده شده. ولی من معتقدم که قیمت ها اینا همه حرفاییه که ما رو کاغذ توی اتاق دربسته نشستیم با هم دیگه رو دو تا چهار تا حساب میکنیم. قیمت رو بازار تعیین میکنه، عرضه و تقاضا تعیین میکنه. متوسط 70% از قیمت تمام شده محصولات پروتئین رو خوراک دام تشکیل میده، یعنی نقشش کلی نقش پررنگیه. خب طبیعتاً شما وقتی که ارز شارژدیسون از خوراک دام برمیداری به عنوان اینکه 70% از هزینه ها رو کاور میکنه، خب تأثیرش خیلی تأثیر پررنگیه. ولی فراموش نکنیم ما فکر میکنیم که اگه مثلا ذرت و ارزش رو برداریم خب این فقط رو ذرت تأثیر میذاره. خیر، شما قیمت گندمت هم تو بازار تغییر میکنه. یعنی باید اینو حواسمون باشه که دولت محترم بداند که اگه قیمت ذرت در بازار شد با ارز نیمایی شد کیلو 12,000 تومان، گندم کیلوی 7500 تومانی که دولت برای کشاورز خرید تضمینی گذاشته، دیگه هیچ کشاورزی نمیاد به دولت گندم بفروشه. گندم میاد تو کارخونه های خوراک دام میشه به جای ذرت میتونه استفاده بشه. یعنی اون وقت دولت باید بری گندم وارد بکنه. مطمئن باشید قیمت کرایه حمل هم تغییر میکنه. شما کرایه حمل امروز یک فاکتور بسیار مهم تو قیمت تمام شده است. شما متوسط 10-12% قیمت تمام شده شما به کرایه حمل برمیگرده. هر چقدر این جراحی زودتر اتفاق بیفته خوبه، هر چقدر زودتر اتفاق، چون ما هرچی جلوتر میریم این بدتر میشه. مثالش هم ساده است. شما زمانی که ارز 4200 تومانی بود، ارز تو بازار 8 تومن، 9 تومن، 10 تومن بود. الان ارز شده 25-6000 تومن، اختلاف زیاد شده. بنابراین هر چقدر این جراحی زودتر اتفاق بیفته، تبعاتش برای مردم و برای اقتصاد دامپروری کمتره. دولت و مجلس به صراحت اعلام کردند که ارز گندم و دارو حذف نمی شود. رئیس سازمان برنامه و بودجه هم تاکید کرده است که در صورت اجرای شدن بحث حذف ارز، بحث دارو و گندم در حلقه آخر قرار دارد. به نظر می رسد علارغم تاکید دولت بر حذف ارز ترجیحی و انتقادات علیه آن، هنوز زیرساخت های لازم برای اجرای کردن آن وجود ندارد.